السلام علیکم شاگرده عزیز من، چطور هستین؟ خوب هستین. شکر خدا که خوب هستین. درسایتان خواندین؟ بله. احترام پدر مادر کردین؟ بله. در کارهای خانم کمک کردین؟ بله. دندانایتان هم برس کردین؟ بله. ورزش هم کردین؟ بله. آفرین، واقعا شاگرده خوب هستین. شاگردکای نازنین ما، طفلکای قندول، سلام احترام تقدیمتان. خدا کنه جور صحتمند باشین. خدا کنه که شما هم اینمی گپایی را کاروی وستی کرده، شما هم انجام داده باشین، هر روز اینمی کار بکنین که دیگه همتون نام خدا لایق بسیار دیگه شاگردای قهرمان ما باشین، شاگردای دوست داشتنی ما باشین. والدین گرامی، لطفا طفلکایتان تشویق کنین، همراهشون کمک کنین که درس‌ها را تعقیب کنن. درس قبلی رو یک مرور میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. در مضمون دری ما و شما الف مد آب. او آب داد. او آب داد. خیر ببینین شما. و خطاطی رو هم کار کرده بودیم. در مضمون پشتو نهم لوست درس نهم خوانده بودیم. جانم. بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. من کنز خوش شکایت که در طریق طلب براحتی دستدان که زحمت نکش. اوی نام خدا، نام خدا، نام خدا. خبریتری گب زدن، گفتگو، موخ، هدف، ده متن سمل وسته لیکل او ده خبریتر لاری ده جبی ده کول. پختنه، آیا تاسو لچاس را ده خبریتر لاری؟ پختن سوال، نام خدا. اگه فهمیدین کور چی مانا؟ کور خانه. مور چی مانا؟ مادر. چقی دخترها لایق است. ملاله به زرغونه میگه زرغونه استرای میشی، زرغونه مانده نباشی. زرغونه میگه تو هم استرای میشی، تو هم مانده نباشی. ملاله میگه خوشحال اوسی، خوش باشی. ننس کبی امروز چی کار میکنی؟ خپلی کورنی دنده تر سرکم، کار خانگی خود انجام میتم. د کور په کارونه کې لمر سره کومک کوي؟ د کار خانم رای مادر کومک میکنی؟ هو بله، د کور په کار کې لمر سره مرسته کوم، د کار خانم رای مادرم کومک میکنم. زه هم د کور په کارونو کې مرسته کوم، من هم د کار خانه کومک میکنم. د خدای په امان. با من خدا دیخه. پیش روید خوبی. آفرین. خب فواید ورزش میگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ورزش فایده داره، عمرمون طول میشه، در سر یاد میگیریم، قوی میشیم، صحت نمیخوریم، خواب بیداری ما خوب میشه، مغز ما انکشاف میکنه، قلب ما خوب میشه. تشکر 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 تشکر. و ما و شما کرکت فامیده بودیم. خیر بینیم. در مضمون ادبیات آداب جنگلی رو خوانده بودیم. جنگلی رو در پلاستیک بانیم، جنگلی رو در سطح جنگلی بگذاریم، جنگلی رو در جنگل دونی بندازیم. در مضمون ریاضی هم ما و شما این جمع را خوانده بودیم دیگه. در مضمون دینیات هم پاکی برای نماز، پاکی برای نماز، برای نماز، ادای نماز، برای ادای نماز باید، باید اول بدن ما پاک باشه. دوم لباس ما پاک باشه. پاکیزه باشد. سوم جای نماز ما هم پاک باشد. جای نماز ما هم پاک باشد. در مضمون حفظ هم بخوان. بخوان عرصه شعر رو بخوان. خون نام خود اردی تان لایقه سر دی تان بخونیم. عرصه شد تیز تیز بخونم. بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. نبرد رنگ کرد میسر نمشد میزن گرف جان برای که کار کرد. اگر کاری کنی بسه ستن چو بی کاری یقین بیبوز منی. ما کنز خدا شکای که در طریق تر براحتی نرسیدان که زحمت نکشید. اوی نام. اصلا دانا لسته شو بخواستم بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. نابر درنج گنج میسر نمی شود مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. اگر کار کنی مزد ستانی چو بیکار یقین بی مزمانی. ما کنز خدا شکای که در طریق طلب براحتی نرسیدان که زحمت نکشید. تشکر. تو بتی که بی بیستی و مرسی شو بخون. آفرین، بسیار لایق بودی. نام خدا این یک توفان برد، یک قلم تراش، یک کتابچی رسامی که معلم رسامی کار کنه، یک پنسل پاکم برای توفه. آفر. بله، جا بله.
تو فاز یاد شده. خواه خیرم اینجا اگه سر از کتاب چی رسا میدون. بسم الله الرحمن الرحیم. آفری؟ نابرده؟ نابرده رنج میسر نمیشه مستان. نابرده رنج گنج میسر نمیشه مستان گریف جان خوهر که کار کرد. آفرین دیگه؟ اگر؟ اگر کنه مست ستان چی بخاره یک تیم بیمزمانی مکن خوصه شکایت قدر تایید قتله براحتی نرسیدان که زحمت نکشید. اوه نام خدا او استی شیرین زبان اینی هم توفید تو یک خطا تیر سامی در سای استاز تماس تقریب رو یک پنسل پاک یک قلم تراش. خیر خواب خیر بینین باز مضمون رسم هم استاز اصول رسامی را براتان گفت که اونه پنسل پاک باشه، قلم تراش باشه، قلم باشه، کتابچه باشه. دیگه در مضمون قسام یک قسگک داشتیم. میاییم به درس 29 جان من استاد من او رنگ پنسل پاک خواست دارم بیتی هم او رنگ برازی بیتی اه بیکی شما خود شاگرده کن بسیار دوست داشته دیسته آفرینتان خیر بین او رنگ مقبول است خواه من را او رنگ خوشم میه. شاگرده از نازنین درس 29 16 قوس 1401 هجری شمسی است. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. میایم سر مضمون دری. درس 12 هم. الف انار. یک خط چه میخوام؟ بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. انار دانه دارد. پدر انار آورد. تشکر. میخوانی؟ من یک گیه دارم. بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. پدر سیب آورد. اوه نام خدا نام خدا آفرین. خب درس 12 هم الف. الف. میشه. الف انار میشه. الف چی میشه؟ انار. انار. سعی کن الف نون ان نون الف ناری هم داره انار. استاد الف علام میشه. الف علام میشه خیر بینید انار دال الف دا نون هی نه دا نه دال الف ری دال دارد انار دانه دارد پدر پی دال ری پدر انار آورد انار دانه دارد پدر انار آورد استی جانم تکرار میکنه الف انار بگو استی جان انار دانه داره پدر انار آورد دیگان باید نشته میکرد اولادا انار را خوردن تا اینجا مشکل نیست؟ فهمیدیم انشاءالله؟ استی جان استی نازنین اینه میگه که یک صفحه باز نشته کنی نردیتان خواه در خانه خاندان برین نشتام کنین الف انار انار دانه دارد پدر انار عالی مضمون خوشنویسی را باز تاز محبوب عثمانی تعقیب میکنیم باز درسای خود را ادامه میدیم به نام یاد خدا و جلسه 15 هنر خطاطی خوشنویسی صنف ما خوش آمدید. در جلسه قبل در بخش خطاطی جیم کاف کار کردیم. جیم کاف معمولی. جیم کاف کشیده را کار میکنیم. آغازش عین کار است. همو جیم الف میریم به طرف بالا درد سه نقطه ارتفاع ما دو نقطه داخلم دو نقطه تا سر جیم این جیم ای الف هم ارتفاعش 4 نقطه است همون جیم الف است دیگه کاف بهش اضافه میکنیم بیره بیکشی در میشه کاف بیکشی در همش اضافه کنیم
و این ترتیب سرکشمون ارتفاعش 2 نقطه، این قسمت هم 5 نقطه طولشه. جیم و کاف، بعد جیم کاف جیم لام داریم. به می ترتیب این قسمت از این تمام قلم استفاده نمیشه. 2 قسمت قلم، قلم ها به 3 قسمت تقسیم میکنیم، 2 قسمتشه اینجا استفاده میکنیم. الف 5 نقطه را اضافه میکنیم برش. الف 5 نقطه. بعدش عمود دایره است دیگه. دایره نون، سین، صاد، امش شبیه ام است. این قسمتش در حدود 1.5. از یک قسمت تا یک قسمت هم در حدود 1.5. این قسمت چه میگرد؟ برای زود دایره نون است دیگه. جیم لام داخلش هم که 2 نقطه بود اینجا. جیم لام کشیده داریم. سر جیم میشه 2.5 نقطه. بزرگتر میشه. کشیده علف هم باشه. و بیترتیب. این قسمتش همو لام ماسته. همین ترتیب سر جیم گفتیم 2.5 نقطه. 2.5 نقطه ارتفاع از این 3 نقطه. این دیگه همون لام ماست. الف 5 نقطه تا این قسمت، تا این قسمت. اینجا هم چرخش 2 نقطه. یوم نصف نقطه دامنش. بعد از جیم لام جیم و میم داریم. میم با جیم ابروی یا جیم آغاز سر خط، میم و پایین خط به شکل. اینجا گفتیم که 2 نقطه این خمی ها در هر ترکیب تغییر میکنه. با جیم میم همینقدر کوچک، با جیم جیم بزرگتر نفرق میکنه. جیم میم کشیده داریم. جیم کمانی 2.5 نقطه کشیده ما عین کشیده. این قسمت میم هم اندازیم روش شبیه دم اسبی. جیم و میم این گفتیم
نصف کشیدیم هم ارتفاعش 3 نقطه مثل جیم لام. جیم نون داریم. چرخش ما خراب شد. یکی دیگه هم کار میکنیم. سرشمو 2 نقطه. این قسمتش از 3 قسمت قلم 2 قسمتش استفاده میکنیم. این پایین چرخش خانه نون. این نقطه 2 نقطه ایشم تقریبا 1.5 ایشم زیر جیم از قلم به 3 قسمت تقسیم میکنیم 2 قسمت استفاده میکنیم. نه تمام قلم جیم نقطه جیم واو داریم. جیم امو جیم 2 نقطه واو ما سرش کوچکتر میشه. واو با ترکیب جیم سرش کوچکتر میشه. به داخل جیم جای بگیره. ارتفاع واو ما هم 2 نقطه بود. جیم و ه. شکل بستهش 1 نقطه است اینجا. شکل بازش هم کار کنه میتونیم. شکل بازش جیم و ه. جیم و ه کشیده هم داریم. سر جیم 2 نقطه و نصف ترتیب. کشیدیم و 9 10 11 نظر به کار خودماست. سرش گفتیم 2 نقطه و نصف. ارتفاعش هم این ارتفاع جیم و سین است. 3 تا نقطه جیم و ه. جیم و ه دو چشم داریم. به این ترتیب جیمه هیدوچیم. ای با کشیده هاست. کاربردش با کشیده هاست. جیمه های. جیمه هیدوچیم دیگه هم داریم. به این ترتیب ای هیدوچیم هم روش مندازیم. به این ترتیب نقطه این قسمت ما 1.5 این قسمت یه دو چشم 2 جیم دیگه هم داریم.
جیمی ما دارید و چشم دیگه هم داریم. ویرگل دار. یه ده جمله واضح تر و دقیق تر نشته میشه. جیم و لام الف. همین ترتیب رقم جیم الف بینیم طرف بالا هم الف سه نقطه با یک کم اضافات این قسمت یک و نصف این قسمت هم حدودا یک و نصف یک الف سه نقطه را هم اینجا بندازیم الف سه نقطه مسافت از این تا لام الف نیم نقطه جیم و لام الف جیم و لام الف کشیده داریم سر جیم و میشه دو نیم نقطه چون با کشیده است کشیده الف لام هر چی که شما بگوین اضافه میکنیدش بهتر دیب الف سه نقطه اضافه این قسمت ما گفتیم دو نقطه و نصف چون ترکیبش کشیده است ارتفاع ما سه نقطه کشیده ما هشت نقطه نه نقطه یازده نقطه هرچی که شما نه تا یازده نقطه این قسمت هم نصف نقطه دادن این مسافت هم نصف نقطه جیم و لام الف جیم و یا داریم جیم الف ابرویی میانیش پایین میتردیم یک حرکت یا بازم دقت جیم میانیش پایین یا بیان دقت یک نقطه است با سه حرکت یک حرکت دو حرکت سه حرکت یکی دیگه هم کار میکنیم حرکت اول دوم هم دامنیش کاسیش بمی ترتیب یک نقطه مسافت اینجا مدود نیم نقطه یک و نصف جیمیا کشیده داریم به می ترتیب ری خنجری به می ترتیب ری خنجری اضافه می کنیم جیمیا یک قسمه یک نقطه ارتفاعش سر جیم هم دو نقطه اینجا یک نقطه اینجا نو الا یازده نقطه جیم هم تمام کردیم ترکیبات جیم جلسه آینده در بخش خطاطی سین الف کار میکنیم بخش خوشنویسی ما کجا رسته بودیم که
سین و میم رسیده بودیم. سین و میم، سین و نون کار میکنیم. بازم یه خط زمین رو میکشیم. سین و نون، یک خانه، دو خانه، سه خانه، نون اضافه میکنیم برش. یک، دو، سه، نون برش اضافه میکنیم. همین ترتیب، یک، دو، سه، نون اضافه میکنیم برش. سین و نون، سین نون دیگه داریم. یک، دو، سه، نونش شکسته، دو، سه، سین و نون. سین نون دیگه هم داریم. یک، دو، نون چپه. میتونی به یه اندازه بندازین. دو، سه، سین. به یه اندازه میتونی بسین. یک، دو، سه. میتونی نون به یه اندازه بزرگ هم بندازین. در تناسب با متنک مینویسیم. سین نون. سین واو داریم. یک، دو، سه. به می ترتیب. یک، دو، سه. یک، دو، سه، سیمش واو، روی خط. سین و ه داریم. یک، دو، البته ه دنبک خانه سیمش برعکس میشه. یک، دو، سه. اونایم کار کنم که واضح دیده شه. یک خانه، دو خانه، خانه سیم به این ترتیب ه دنبک مفته برشه. سین هدنبک کشیده داریم. ویرگل دار. سین و هدنبک. دنبکش معکوس برعکس سین ری خوانده نشه، ویرگلش اتمن به زیرش قرار بگیره. سین و هدو چشم داریم. دو به ترتیب. یک، دو، خانه سیمش برعکس میشه. با نایم براتون کار کنم که درست دیده شه. یک، دو، خانه سیمش برعکس. بعد از او هی دو چشم به این ترتیب. سین هی دیگه داریم. یک، دو، خانه سیمش برعکس. ای با کشیده ها استفاده میشه. یک، دو، خانه سیمش برعکس. سینه هی ویرگل دار داریم. یک، دو، این رقم ویرگل میگیره. یک، دو، خانه سیمش برعکس. سین و لام الف داریم. یک خانه، دو خانه، سه خانه، شبیه به الف جا لام الف میشه. یک خانه، دو خانه، بالا میریم به الف جا لام الف میشه. یک، دو، سه، بالا میریم جا الف دیگر لام الف. این سین و لام الف شکستشان داریم. یک، دو، سه، الف شکسته. یک، دو، سه، الف شکسته. دو، سه، الف شکسته. سین و لام الف کشیدام داریم. میری روی خط، میری بالا، اینجا الف مندازیم. بالا مندازیم الف. روی خط. سین و لام الف کشیده، سین کشیده هم روی لامش، لام الف شکسته داریم. به این ترتیب. سین و لام الف شکسته. سین و یا داریم. یک خانه، دو خانه، خانه سیم. مثل سین و هید چشمه معکوس یا رو روش اضافه میکنیم. به این ترتیب. یک، دو،
یک دو خانه سیمش مکوس یار اضافه میکنیم. سین یای دیگه داریم. یای شکسته. تا اینجا این همی سین یاست. فقط کاسهش به دامنه تبدیل میشه. یک دو مکوس میشه خانه سیمش. یای کشیده را استفاده میکنیم. سین یای چپه داریم. یک خانه دو خانه اینجا را بسته میکنیم. یار اضافه. یک خانه، دو خانه، سینیا. سین یای شکسته داریم. یکی دو، پایین بنویسیم. یکی دو، خانه سیمش پایین بنویسیم. جلسه امروز ما را با می سینیا با پایان میرسونیم. تا جلسه بعد خداوند یار نگهدار شما. در امان خدا باشین. اوز ده پختو مضمون ده آره مضمون پشتوز خیر ببینین لسم لو از درس دوام آسه ده درس دوام رسیم درس دوام زموگ خانواده ما زموگ کورنه خانواده ما کورنه خانواده کورنه چی مانو میتر؟ خانواده موخه هدف هدف ده متن سم لو است لیکل او دخپل کورنه پیجندل هدف درس نوشتن، خواندن و شناختن اعضای خانواده استاد کتکالای ما باید کتکالای مکتب ما باید نان نخوریم آفرین، این فکرش نشده کتکالای مکتبشون نان میخورن؟ آفرین پختنه سوال تاسو پکور که یو لبل سر از سه دول مرسته کوایی شما در خانواده کتی که دیگه تان چی نو کمک میکنید زه میرویس، ما میرویس زمان میرویس نامش میرویس د سلورم تولگی از صنف 4م زده کوم که شاگرد صنف 4م هستم ما میرویس شاگرد صنف 4م هستم په کورنۍ کې د خانه ما لمور امرای مادر پلار پدر یوا ورور اتل نام یک بدر داره به نام اتل او دوه خویندې دو خورا غټه او زرمینه یکش نامش غټه است یکی هم زرمینه سر یوزای جوان کهو یک جای زندگی میکنیم مو ما ده زردالو او منو یا باغ لرو ما باغ زردالو و سیب داریم مور او پلار می دواره خون که ده مادر و پدرم معلم هستن ورور می ده ساینس پوانزی ده دریم طولگی محصل ده بیادرم برادرم میگه محصل سال سیوم پوانزه ساینس است خوانده می پا وم او پینزم تولگیو که زدکری کوی خوارای میگه کش دستان ففتم دیگه دستان پنجم درس میخوانه دکرامش دستان پنجم اینیش دستان پنجم هست اینیش دستان ففتم هست اینیش دستان پنجم مور او پلار می چه لخوانزی چخه کور تراشی مادر و پدرم که از مکتب بخانه بیای لما او خوانده سره می پا درسونو کم رسته که امرای ما و خوارایم در درسا کمک میکنه طول په ګډه د کور او باغ کارونه تر سره کوو میگه کل ما مشترکن کار خانه و باغ انجام میدیم طول خوخ او خوشحال ژوند کوو ما کل ما میگه زندگی خوب و خوشحال داریم صحیح شد؟ یک چند لغاتک شنشته میکنم کل شال یک نفهمیدین خیره بازی خو این از صنف چهارم از دیگه خب باز بخیر تا صنف چهارم میره گوش کرده برین که یاد بگیرین یک چند لغات شال حفظ کنین لغاتش حفظ کنین کورنه خانواده مانو میتر کورنه چی مانو میتر؟ خانواده کورنه خانواده خانواده سنفیگکتان استاد شما این دو برنامه گفته بزرگزی ها درس بخونه شامنش میکرم استاد قدرس میکرم نه وانه درسای خدا یاد گرفته دیگه روز باز بخیر دستان شاملش میکنم این سنفیگکتانه ای دستان فتان نو آمده استاد این خونسان سختایی خود تیگه خود درس میخوانه دیگه یا شوقی درسای شما شده میگه یا لایق هسته میگه مرام دستان فشان شامل بسازید باش پسان بان که باید یک کمی باشه باز میارم دستان خواه دیگه چیز را یاد که لغات یاد بیری پلار مور مادر بود نی؟ پلار پدر
پدر پلار پدر پلار پدر خب پلار پدر جان من استاد پدر کدشتا کردین استاد پالوی پیر دری دارین نه همی دال از خیر می رقم دشتا کردم خب پدر آفرین دیگه چی مرسته کمک مرسته چی مانا؟ کمک وای نام خدا اینم سه لغات یاد بگیرین سه لغات یاد بگیرین کورنه خانواده کورنه خانواده پلار پدر مرسته کمک مرسته کمک پلار پدر کورنه خانواده کورنه خانواده پلار پدر مرسته کمک مرسته کمک نام خدا چه قشنگ دلخ این سه لغات یاد بگیرید آلی مضمون ورزش و صحت است از تیجار فواید ورزش هم میگه بسم الله الرحمن الرحیم ورزش فایده رو را عمر ما طولان باشه درس ها رو یاد بگیریم قوی باشیم جلد ما شفاف باشه خواب بداری ما خوب باشه خواب بداری ما خوب باشه آفرین خیلی بینیم بس هستم امروز یک ورزش دیگر را برتان معرفی میکنم ای باسکتبال است باسکتبال باسکتبال این یک سبد داره باسکت سبد بال توپ توپ دینیم سبد منداز بازم دو تیم است بازم بازی گروهی است بازی تیمی است خب آخوی مخالفت میکنه یک تیم مندازه دیگه تیم نمیمونه که بندازه او که بندازه خب نوبت نمره میگیره خب مخالفت میکنه گوش کنین باسکتبال یا توپ و سبد ورزش گروهی است که در آن دو گروه 5 نفره چند نفره دو گروه 5 نفر یک طرف 5 نفر یک طرف در یک سالون مستطیل شکل مستطیل داره با بازی میپردازن هدف بازی پر توپ توپ به درون سبد است در درون سبد توپ مندازه هر تیمی که زیاد بندازه اونمو برنده است آفرین ها اینمی باسکتبال میکنن اینمی باسکتبال دارن آفرین خیر خو خیلی دیگر میار بود چی میکنم؟ خب مستطیل گفته بودی آفرین تشکر شاگرده من گفتم تو باسکتبال نبودی آفرین این مستطیلی نمترس ها تشکر شما بسیار شاگرده لایق مسته تشکر خب باسکتبال کمی فهمیدیم آفرین این میدان باسکتبال می باشه خب یک وقفه بگیریم که سنفیگکایتان یک ساتیری کنه ورزش کنه باز بخیر مضمون ادبی ساتیری؟ ورزش ساتیری هرچی که دلش آب شد درست است؟ یک وقفه داریم دوباره خوش آمدید طفلک های نازنین طفلای قندول میایم سر مضمون ادبیات امروز براتون از درس مکتبتون میگم از درس مکتب درس اول خودشناسی کتاب صنف اول مهارت خودشناسی یعنی خدا را بشناسیم او خداشناسی میشه خود بیادر ما رو بشناسه آفرین شاگردان نام خود نام پدر از آی خانواده خود را گفته بتانند نام خود یاد دارین؟ نام پدرتون یاد دارین؟ نام مادرتون یاد دارین؟ بله نام خواهرتون یاد دارین؟ بله نام برادرتون یاد دارین؟ بله آفرین اینا ما قرار که یاد داشته باشین بیخی صحیح است اینا اینا آمده سلام این میگه نام ما احمد است نام پدر محمود است نام خواهرم گلغوته است نام برادرکم هم سلیمان است صحیح شد؟ این میگه نام ما زبان است نام پدرم عبدالمحمد است نام مادرم ملاله است نام این خوارکم که میگه دهی پشتک بود شده شکید است خب دو مشکل نداریم آسان بود دیگه میایم سر مضمون ریاضی
خودشناسی شناختن خود مانامیته که خود آدم بشناسه. مضمون ریاضی خرد و بزرگ میخوانیم. چی رو میخوانیم؟ خرد و بزرگ میخوانیم. او که زیاد باشد علامه هم طرف میباشه. قبلا کار کردیم. صحیح است؟ خب اینجا سعی کنین یک نک دو سه چهار پنج شش تا اینجا پنج تا شش تا زیاد است یا پنج تا؟ اینی شش آفری شش تا زیاد است. خب دیگه گوش کنین اینجا چهار دانه است خب؟ نه اینجا هفت دانه است. کدامش بزرگ است؟ هفت. خب اینجا نشته کنین تعدادش چهار دانه. خب اینجا تعدادش نشته کنین چند دانه؟ چهار دانه. اینجا تعدادش رو نشته کنین؟ هفت دانه. هفت دانه. خب اینجا سعی کنین یک تا دو تا سه چهار پنج شش هفت. اینجا یک دو سه چهار پنج شش هفت. هفت بزرگ است شش است. اینجا چند تا؟ سه تا. اینجا سه نشته کنین. اینجا رو سعی کنین یک دو نو تا. خیر ببینین اینجا نشته کنین؟ نو نو. اینجا یک دو سه چهار پنج شش اینجا نشته کنین شش. اینجا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو نو بزرگ است شش. اینجا پنج تا برگ است. چند تا؟ پنج تا. اینجا رو سعی کنین یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو استاد نو. اونو برگگه کنم و بچه کنده. آم بچه گگه کنده. خب پنج بزرگ است یا شش؟ شش. نه علامه رو این طرف میگیرم. هفت بزرگ است یا هشت؟ هشت. هشت بزرگ است. هشت بزرگ است یا شش؟ هشت. هشت بزرگ است. چهار بزرگ است یا هشت؟ هشت. هشت بزرگ است. نو بزرگ است یا نو؟ مساوی. نو و نو با هم؟ مساوی است. چهار بزرگ است یا شش؟ شش. شش بزرگ است. خب هفت بزرگ است یا سه؟ هفت. هفت بزرگ است. پنج بزرگ است یا هشت؟ هشت بزرگ است. هشت بزرگ است یا هشت؟ مساوی. جان خوی خود تیار خودش نشته کده که هشت بزرگ. شش بزرگ است یا هفت؟ هفت بزرگ است. نو بزرگ است یا هشت؟ نو بزرگ است. درست شد انشالله؟ نداریم این مشکل؟ جان بگو یک آداب بگو استاد. باید در جایای بیروبار زیاد نگرد. در جای بیروبار زیاد نگرده استاد جان. اول باید در یک کنجک استادشم باز که بیروبارا چی خلا شد باز ما بریم. تشکر تشکر تشکر. خب بیاییم که اینجا حساب کردنم ما بخوانیم. خب حساب کردن؟ آه بلده بازم آورده دیگه. خب گفته عدد دره گفته اینجا سعی کن. اینی یک تا دو تا سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. اینه ده نشته کرده. درست است؟ ده نشته کرده. خب اینجا رو سعی کنین یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. اینه اینجا هم یک ستاره دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. اینه اینجا چند موتر است؟ شش. اینه شش. اینجا چند توپ است؟ پنج توپ. اینجا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. اینجا چند نوک است؟ ده تا. اینجا چند گنجشک است؟ هفت تا. چند زردک است؟ ده تا. چند خرگوش؟ ده تا. خب یک دو اینجا چی میاد؟ سه. اینجا چی میاد؟ چهار. چهار مساوی نشتنش چهار. ای پنج ای شش. هشت. هشت. نو ده. نداری مشکل؟ خب مشکل نداریم مشکل نداریم. مضمون دینیات. مضمون دینیات. در مضمون دینیات درس نو. درس وضو. واو دوات و وضو. واو دوات و وضو. صحیح شد؟ واو دوات و وضو. 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 باش که سنفی تانا میلا بتم که بیای ایام ایام تکرار کنه. واو دوات واو وضو. واو دوات واو وضو. خب سعی کنین فرض های وضو. بگو استاد نمی سنفیگه کما چی هست؟ توتیگه. توتی فقط نمیش توتیگه که نامش میتو. میتو؟
خب گوش کنید، فرضهای وضو 4 است. چند تاست؟ 4 تا. 4 تا فرض وضو داره. اصلا وقتی که نماز میخوان باید اول وضو کنیم. اول وضو کنیم. و وضو چند فرض داره؟ 4 فرض. 4 فرض داره. یک فرض نکو توتی نشته میکنه، دل شست نشته کنه. بیا دیگه نشته نکوی طرف بیا، بیا پیش سنفیای استاده شو. اینه تو اینجا بیا درس دستانو درسا را گوش بگی. اینجا را ببین، یک شستن روی، شستن روی، دوم شستن دست ها، شستن دست ها، دست ها. آرنج ها. بله تا آرنج ها. تا بند دست این شستن دست تا آرنج است. سوم مسح سر، سر خودا مسح میکنیم. چهارم شستن باها تا بجله، بجله کارم کتش میشوییم. از سر برتان میگم درس نهم. سعی کنین دال ریسین درس، دال ریسین درس. نه چی نمیکنه آزارتان نمیتونی سنفی یکتان است. شما را دوست داره. نو هیمیم نهم، نو هیمیم نهم. واو دو وضو، فرضهای وضو 4 دیگه رفزام کنه. خود دیگه روز میگیم وضو چند فرض داره؟ شما بگین 4 فرض داره. درست است؟ یکی شستن روی است. از جایی که موی میبره تا زیر زناق، از یک گوش تا دیگه گوش. اینم قرار آدم میشویه پا. درست شد؟ دوم شستن دست ها تا به آرنج هاست. سوم مسح سر است. چهارم شستن پاها با بجلک. نداری مشکل؟ خوب است که مشکل نداریم. میایم سر مضمون افز. خیلی ببینید شما. خب پیش از مضمون افز بیاییم که این درسای پاریس رو گوش کنیم. مولای صاحب عبدالرحمن درویش که ما جیگیر کار کنه که خط خواندن ما قوی شود. جان یکم دفعه از یادتان میره. یکم دفعه از یادم میره درسایش. خیره باز پس یادم میره. باز شما میادم بتیم. خب بگوییم وقت فلانه درس مسته. درسای مولای صاحب عبدالرحمن درویش شاگردای ناظرین به دقت گوش کنید. اینم از اول نگفتیم که کت مادرتان کمک کردین. کت مادرتان کمک کردین؟ بله. یاد خدا رو هم کردین؟ بله. تشکر. خیلی بریم که درسای مولای صاحب گوش کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند پاک بخشاینده و بخشایشگر و با عرض ادب و سلام خدمت شما هموطنان معزز و شاگردان عزیز و اطفال نازنین، ما در درس قبلی درس 12 قرائت کردیم، تدریس کردیم براتون. حال میپردازیم به درس 13 که خب شما توجه شما را میخواهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در قدم اول الف، از الف تا حرف یا یک زبر دارد، یک پیش دارد و واو همه واوها جنگانداز دارند، نون زبر دارد. ما حرف اول که الف است و یا حرف دوم بی است و تی است، اول به زبر میخونیم شه، باز در قدم دوم با پیش امرای واو که جنگ انداز داره جنگ میندازیم و همه نونها رو با زبر اجرا میکنیم. خب ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. الف زر ا، الف و پیش اون زنه ا اونه، ب زر با بو و پیش بون زنه ب بونه، ت زر تا تو و پیش تون زنه تا تونه، سه زر سه سو و پیش سون و زنه سه سونه، جیم زر جه جم و پیش جون و زنه جه جونه، حی زر حا خو و پیش خون و زنه حا خونه، خی زر خا خو و پیش خون و زنه خا خونه، دل زر ده دل و پیش دون و زنه ده دونه، زل زر زه زل و پیش دون و زنه زه زونه، ری زر را رو و پیش رون و زنه را رونه، زی زر زه زو و پیش دون و زنه زه زونه، سین زر سه سو و پیش سون و زنه سه سونه، شین زر شه شون و پیش سون و زنه شه شونه، ساد زر سه سو و پیش سون و زنه سه سونه، داد زر ده دو و پیش دون و زنه داد دونه، توی زر تا تو و پیش دون و زنه تا تونه، زی زر زه زو و پیش دون و زنه زه زونه، عین زر عون و پیش غون و زنه عا عونه، غین زر غا غو و پیش غون و زنه غا غونه،
فزر فافو پیش فونو زنا فافونا قاف زر قا قافو پیش قونو زنا قاقونا کاف زر کا کافو پیش قونو زنا کاکونا لام زل لامو پیش لونو زنا لالونا میم زر ما مو پیش نون نو زنا ما مونا نون زنا نونو پیش نونو زنا نا نونا واو زر واو پیش بونو زنا واونا هزر ها هو پیش هونو زنا ها هونا امزه زر ا او پیش اونو زنا ا اونا یا زر یا یو پیش اونو زنا یا یونا. خب باز یک بار براتون تکرار میکنم شاگردان معزز که در درس قبلی هم برای شما گفته بودم که هرگاه که جنگ انداز آمد یا شد آمد دو حرف با هم جنگ میخورن. پس در اینجا در درس 13 از حرف الف تا یا حرفای اولش یک زبر دارن یک پیش دارن و حرف دومیشون همش واو است که جنگ انداز دارن و حرف سومیشون نون است زبر دارن. پس طریقه خواندنش امی قسم است که ما اول الف به زبر میخونیم باز امرای پیش با امرای واو جنگ میندازیم، همی الف امرای پیش با واو جنگ میندازیم، نون به زبر میگیم. به همین قسم همیشه خونده میریم. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم. الف زر ا الف و پیش اونو زنه ا اونه بی زر با بو پیش بونو زنه با بونه تی زر تا تو پیش تونو زنه تا تونه سی زر سا سو پیش تونو زنه سا سونه جیم زر جا جوم پیش جونو زنه جا جونه حی زر حا حو پیش خونو زنه حا حونه خیزر خا خو پیش خونو زنه خا خونه دار زر ده دلو پیش دونو زنه ده دونه زار زر ده زلو پیش دونو زنه زازونه ری زر رو پیش رونو زنه را رونه زی زر زه زو پیش دونو زنه زازونه سین زر سه سون پیش دونو زنه سه سونه شین زر شه شون پیش دونو زنه شه شونه ساد زر سه سو پیش دونو زنه سه سونه دو در ده دو پیش دونو زنه دو دونه توی زر تا تو پیش دونو زنه تا تونه زوی زر زو زو پیش دونو زنه زا زونه عین زر آعو پیش غونو زنه آعونه غین زر غا غو پیش غونو زنه غا غونه فی زر فا خو پیش فونو زنه فا فونه قاف زر قا قفا پیش غونو زنه قا قونه قاف زر قا قفا پیش غونو زنه قا قونه لام زر لما پیش لونو زنه لالونه میم زر ما مو پیش مونو زنه ما مونه نون زن نون و پیش نون زن نه نون واو زر و او و پیش هون زن و اون هزر ها هو و پیش هون زن ها هون امزا زر ا امزا و پیش اون زن ا اون یا زر یا یو و پیش هون زن یا یون. خب حال من میخونم قرائت میکنم شما امرام بخونید، درست است؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. الف زر ا الف و پیش اون زن ا اون الف زر ا الف الف و پیش اون زنه الف و پیش اون زنه ا اونه ا اونه بی زر با بی زر با با و پیش بون زنه با با و پیش با و پیش بون زنه با و پیش بون زنه با بونه با بونه تی زر تا تا و پیش تون زنه تا تونه تی زر تا تی زر تا تو و پیش تو تو و پیش تو نون زنه تا تونه سه زر سه سه و پیسونو زنه سه و پیسونو زنه سه سونه جیم زر جا جم و پیش جو نون زنه جا جونه حی زر ها حو و پیش خونو زنه ها حونه خی زر خا خو و پیش خونو زنه خا خونه دال زر ده دلا پیش دو نون زنه ده دونه زال زر زه زلا پیش دو نون زنه ده زونه ری زره رو پیش رو نون زنه را رونه زی زر زه زو پیش دو نون زنه زه زونه سین زر سا سو و پیش تو نوزنه سا سونه شین زر شا شو و پیش تو نوزنه شا شونه صاد زر سا
صد و پیسونو زنا صد و پیسونو زنا سونا سونا داد زرده داد زرده دادا پیش دونو زنا دادا پیش دونو زنا دا دونا دا دونا توی زر تو تو پیش دونو زنا تو پیش دونو زنا تو تونا زوی زر زوا زوا پیش دونو زنا زوا پیش دونو زنا زوا زونا عین زرعا عین و پیش عونو زنا عین و پیش عونو زنا عونا عونا غین زرغا غین زرغا غین و پیش غونو زنا غین و پیش غونو زنا غاغونا غاغونا فی زرفا فی زرفا فو پیش فونو زنا فو پیش فونو زنا فا فونا فا فونا قاف زرقا قاف زرقا قاف و پیش قونو زنا قاف و پیش قونو زنا قاقونا کاف زرکا کاف و پیش کنو زنا کاف و پیش کنو زنا کاکونا کاکونا لام زللا لام زللا لام و پیش لونو زنا لام و پیش نون نو زنا لالونا میم زرما میم زرما مو و پیش مونو زنا میم و پیش مون مامونا نون زرنا نون زرنا نون و پیش نون نون زنا نون و پیش نون نون زرنا نانونا واو زروا واو زروا وو و پیش وو وو و پیش وو نون زرنا نون زرنا واونا واونا هزرها هزرها هو پیش هو هو پیش هو نون زرنا نون زرنا ها هونا ها هونا امزا زرعا امزا زرعا امزا و پیش او امزا و پیش او نون زرنا نون زرنا ا اونا ا اونا یا زریا یا زریا یو پیش یو نون زرنا یا یونا خب بسیار خوب تشکر از خواندنتون که امروز ما تکرار کردیم خواندیم درس 13 ما اینقدر بود به پایان رسید تا درس بعدی شما را به خداوند پاک بخشاینده و مهربان میسپارم با تشکر فراوان از مولای صاحب درسای مضمون افز یک شعر نو افز میکنیم تا اینجا ما و شما 3 شعر یاد گرفتیم نابردرنج جنگ میسر نمیشود مزدان گرفت جان برادر که کار کرد دوم اگر کاری کنی مزد ستانی چوبی کاری یقین بی مزد میانی مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب براحتی نرسید آن که زحمتی نکشید یک شعر نو برتان یاد میتونم تکیه بر جای بزرگان تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف نتوان زد به گزاف مگر از باب بزرگی مگر از باب بزرگی همه آماده کنی همه آماده میگه قلمه بده که من نشته کنم تکیه بر جای بزرگان تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف نتوان زد به گزاف مگر از باب بزرگی مگر از باب بزرگی همه آماده کنی تکیه بر جای بزرگان تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر از باب بزرگی مگر از باب بزرگی همه آماده کنی سعی کنین تکیه بر جای بزرگان تکیه به چی میستی جان؟ تکیه به کدام حرف شروع میشه؟ به تی تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر از باب بزرگی اما آماده کنی هستی جان مگر به چی میه؟ مگر ما می می مگر از باب بزرگی اما آماده کنی مانایش بگیم برتان میگه در جای آدم های کلان بلاف زدن گزاف لاف نمیشه که بگیم آدم کلان میشم دکتر میشم معلم میشم لایق میشم تو نمیشه بلاف نمیشه خیر چی میشه؟ مگر از باب بزرگی اما آماده کنی یعنی درس بخونی لایق شوی فهمیدین؟ اگر درس بخونی بزرگ شده میتونی
اگر درس نخونی بزرگ شده نمیتونی. فهمیدید؟ یک دفعه باز میخوانم تکه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف. مگر از باب بزرگی هم آماده کنی. مگر از باب بزرگی هم همه آماده کنی. فهمیدی هستی جان؟ این شعره که دیگه حفظ میکنیم. میایم سر مضمون رسم. بریم که استاد رسمتان برتان چی رسم میکنه. استاد خواجه سلیمان صدیقی بر ما رسم میکنه. طفلای عزیز به دقت تعقیب کنید. رسم ها را یاد گرفته برید. هر چقدر رسم خوب یاد بگیرید مغزتان انکشاف کرده میره. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام خدمت همه شما. امیدوارستم صحتمند و سعادتمند باشیم. به جلسه دوم برنامه هنر رسامی خوش آمدیم. در جلسه اول ما بخش تئوری هنر رسامی را براتون صحبت‌های داشتیم، در تعریف و همچنان تعریف نقاشی و تفاوت نقاشی و رسامی و وسایل مورد نیاز به خاطر رسامی. امروز می‌خوایم در مورد بحث‌های عملی رسامی براتون صحبت‌های داشته باشیم. اولین بحثی که در رسامی به خاطر یاد گرفتن مهم می‌باشد، فهمیدن خط مستقیم است. خط مستقیم به خاطر کشیدن خط مستقیم چی کار میکنیم؟ اول یک نقطه را انتخاب میکنیم، بعدا باید دست ما قسم باشه که استناد داشته باشه برای ورق. از این قسمت به طرف مقابل با سرعت بالا کش میکنیم و میترتیب و میترتیب و میترتیب و میترتیب تا که دست ما روشه. بعضی ها در مراحل اول از پیشان اشتباه میشه، اما هر چقدر پیش بریم آسانتر و ساده‌تر میشه. خب بحث اول گفتیم بحث خط مستقیم است. بازم یک بار تکرار میکنیم، به خاطر رسم نمودن و هم کشیدن خط مستقیم یک نقطه انتخاب میکنیم. قسمت پایین دست ما را باید استناد داده شود روی ورق و به صورت یک نقطه که انتخاب کردیم به صورت سری این به طرف مقابل کش میکنیم و میترتیب به ترتیب به ترتیب به ترتیب کلن خطوط مستقیم میباشد. دومین بحث بیضاوی است. چگونه ما بتونیم یک بیضاوی را رسم کنیم؟ به خاطر رسم نمودن بیضاوی بازم از یک نقطه شروع میکنیم، دست خود استناد میتیم به این ترتیب به شکل به شکل. در اول مرحله اول آیست آیست شروع پیش برین، بعدن با صورتتون بیشتر کنیم به این ترتیب به این ترتیب به این ترتیب و به این ترتیب میتونیم به شکل برین پیش برین به خاطر که دستتان رو شود در رسامی. بحث سیومش بحث پرداس می باشه. پرداس چون ما گفتیم موضوع رسامی را می خواهیم مورد بحث قرار بدهیم، در موضوع رسامی پرداس خیلی مهم است. بخاطر از اینکه بفهمیم کدام قسمت باید سایه داده شود، کدام قسمت سایه داده نشه، کدام قسمت باید سایش غلیظ باشه و کدام قسمت هم باید سایش غلیظ نباشه. بخاطر پرداس دادن ما قلم به این شکل می گیریم به این شکل، بعدن از قسمت بالا به شکل به طرف پایین آمده میره. این پرداس است. پرداس قسمش ما در خانه کار کنین که قسمت بالایش بیشتر باشه، یعنی غلیظتر باشه، و قسمت پایینش باز شکل غیر غلیظ یا هم شکل ملایم به خود بگیره به شکل تا که عادت کنین. به خاطر از این که پرداس ما شکل غلیظ به خود بگیره، باید قلم فشارش بیشتر باشه روی ورق، و اگه میخوایم باز فشار کمتر شوه باز با می ترتیب میتونیم قلم فشارش بالای ورق کمتر کنیم، در نتیجه پرداس ما ملایمتر و زیباتر بشه. حالا ما چند شکل هندسی را مثل مثلث رسم میکنیم و در این پرداس کار میکنیم. مثلث، مستطیل و امثالش. خب به خاطر پرداز دادن میتونن از قلمای متفاوت استفاده کنن. اکثرا قلمای استفاده میکنن که گرافیکش یا گرافیتش سخت‌تر باشه. به می ترتیب اول قلم به این شکل میگیریم، از قسمت بالایش شروع میکنیم، به می ترتیب به طرف پایین آمده بریم. به این شکل. به می ترتیب در مستطیل. قسمت بالا را بیشتر و بعدم قسمت پایینش ملایم‌تر کار میکنیم. مثلا اگر بخوایم یک دایره رسم کنیم و پرداس بدیم، این دایره است،
به خاطر پرداز دادنش. گفتیم از قسمت بالا شروع میکنیم، بعدا میایم به طرف پایین. و همیشه یادتون باشه پرداز همیشه وقت از طرف بالا به طرف پایین میه، نه از طرف پایین به طرف بالا، از طرف پایین به طرف بالا. و می ترتیب اگر بخوایم یک مربع رو پرداز بتیم به این شکل مربع رسم میکنیم، بعدا پرداز بتیم. و یک موضوع رو براتون بگویم، شما هم در خانه میتونین این خطای مستقیمه، بیضاوی را، پرداز و امثال شبه این شکل کار کنین تا که موضوعات به صورت دقیق و عمیقش بفهمین. بعدا باز روزهای بعدی انشالله سر از این کار میکنیم که چیگونه مثلا طراحی های ابتدایی و ساده، طراحی های کودکانه و طراحی های پیشرفته را انجام بدیم. جلسه دومم به میجا به اتمام میرسانیم. امیدوار هستم موضوعات گرفته باشین. تا جلسه دیگر، خداحافظ و ناصرتون. تشکر از استاد بزرگوار که در قسمت رسامی ما را کمک میکنه. آخرین مضمون ما مضمون قصه. خب کی قصه میگه برازی؟ استاد من قصه میگم. نه دیگه، خود دروغگوی نیسته ای دیگه. ای کل چوپانا دروغگوی نمی باشه. ای شوخی نکو توتی. این سنفیتان قادر است. خب درس ها رو یاد نگرفته ناقت کارا میکنه. بگو برازی قصه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بود نبود زیر آسمان که بود، یک تا چوپان بود. بس چی کده بود؟ تو خیر بتی هستی قاربی قصه خدا بگه بس تو داخل. او چوپان چی گوسفند داشته بود. گوسفند داشته بوده. خواست بگه آرمی جان. بسم الله الرحمن الرحیم. بود نبود زیر آسمان که بود، یک چوپانک بود. این چوپانک گوسفند داشت. گوسفند ها از زیاد علف میخوردن. خب یک روز دیگه یا که قلب خوردن خوردن شکمشون کفیتی. خب و خود از این چوپانک چی میکرد؟ خود از این چوپانک استاد تنبل بود. تنبل بود. کل وقت طوله میزد و گوسفندای خود طوله میزد که گوسفنداش چی کنه علف بخوره. استاد یک روز که یا کافی برو الان دخانید برو برو دخانید استاد یک روز که یا گفتم که علف قلب خوردن شکمشان کفید مردک. این که باز پیش پدرش کسید یک هدف هم داشته باشه. این استاد پیش پدرش رفت گفت گوسپنده قلب خوردن شکمشان کفید مردن. پدرش گفت اگه تو درس میخوندی در قصه گوسپندهت میبودی باز تو نمیشد. آفرین. اگه درس میخوندی تو نمیشد. هدف چی از دیجا؟ اصلا زیاد پرخوری نکنیم زیاد تنبل هم نمیشد. هدف داشته یکی پرخوری نکنیم، یکی هم درس بخونیم. خب بگو استی جان اینال تو هم قصه تر. استاد من قصه یاد ندارم. نه یک قصه هت میگی نمیجه یک قصه گک بگوی نمیره بیبی یک چیزی هت میس بگوی باید. بگوی یک چیزی خیر از دل خود یک دوسته تا بگو دیگه. خواستن بود نبود زیر آسمان که بود آفرین. یک تا چوپان بود. او چوپان چی چهار تا گک گوسفند داشت. چهار تا گک گوسفند داشت. یک تو گک هم طوله داشت. باز او بسیار تنبل بود. درس نمیخوان. هر روز خم میشد. باز گوسفندای خود بیرون میبرد.
گوسفندش بیرون میمون. باز یک روز باز اینی گوسفندش مثل خودش تنبل بود خواه کرده بود. اون گوسفندکش هم تنبل بود خواه کرده بود. دیگه؟ دیگه اون سه تا گوسفندکش چی؟ تنبل نبودن. اونا بسیار درس میخوانه. یک روز دیگه باز اون سه تا پریگک آمدن. آفرین سه تا پریگک های قصه قبلی. سه تا پریگک آمده بودن. خب باز چی کرده بودن؟ یک فیل کلان آمده بودن. یک فیل کلان آمده بود. خب کجا فیل کلان آمده بود؟ در قصه دیگه که بود نه؟ صحیح. هدف قصه تان بگو صحیح است. خب باز دیگه او پریگک که آمدن گفت که کس چی او پریگک که آمدن امو چوبانه که گفت که تنبل نباش دیگه. باز گوسفندک هم گفت که تنبل نباش. گوسفندک هم گفت که تنبل نباش. ادب قصه که باید تنبل نباشیم. باید تنبل نباشی و کسی را آزار نده. تشکر. درس را یاد گرفتین؟ بله. یک جان سپاس. خداحافظ و مددگارتان. بیاین که خداحافظی را کنیم که طفلک ها شاگرده از نازنین در سکایتان بخونین زحمت بکشین که تنبلک نباشین.